با عرض سلام دوستان نهایت عزیز، خدا کند که همه شما خوش و خوشحال باشین و روزای هیده با بسیار خوبی و خوشحالی سپری کنین. با همین آرزومندی که همه شما خوش و خوشحال هستین، برنامه امروزی مالگرا آغازگر می شویم. در ابتدا مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیونتان لود کنین. مواد لازمه نارنج پلو: برنج 3 گیلاس، روغن 125 میلی لیتر، خلال نارنج 50 گرام، بوره 1 گیلاس، بادام 30 گرام، پسته 30 گرام، رنگ زرد 1 قاشق چایخوری. خب غذایی را که مد نظر گرفتیم امروز برای شما دوستان آماده میکنم اون نارنج پلو است که مواد لازمی از او است: روغن، برنج، خلال نارنج، بوره، بادام، پسته و رنگ زرد. خب حالا چی میکنیم که دیگه بالای من قلم بذاریم؟ خب یک مقدار آب دشت سرخ میکنیم. خب یک چیز برتان یادآوری میکنم که دمی یک باری که آب به حساب جوش میاد و خلال نارنج هم دادین، ده یک بار تلخی زی از بین نمیره. کم از کم باید 5 دفعه یا 6 دفعه میاد و آسی رو باید آلش کنین تا که میزدی تلخی زمی خلال نارنج مکمل از بین بره. خب ما می خلال نارنج وزن میکنیم که چقدر است تا آب جوش میاد. تقریبا 50 گرم است. 50 گرم خلال نارنج است. خب دوستای عزیز، برنج ما قبلا جوش دادیم. به خاطر از اینکه وقت برنامه کم است، ما بتونیم که یک سالاد بسیار خوب برای شما آماده کنیم. از این خاطر برنج قبلا جوش دادیم میده، اما آماده ساختیم. آب که ما نیم که جوش بیه به خاطر اینکه خلال نارنج داش جوش میدیم. تا آب جوش میه ما به خاطر می سالاد بعض کارهای دیگه است انجام میدیم. خب اینجا یک مقدار نوش پیاز است. چی میکنیم که امی قسمت های سر زیره پس میکنیم و تقریبا به می اندازه ایره جدا میکنیم. ایره کوشش کنیم که اول به حساب 4 شق کنیم. بعضی قسمت های دیگه شه امرای نوک کار آهسته آهسته جدا کنیم. ایره دبینیم او میمونیم. دانی دو میره همینطور 4 شق میکنیم. خب فکر میکنم که جوش آمده. خلال نارنج زبه نزید مندازم که چند دقیقی جوش بخوره. خب کم از کم دوستای عزیزی را پایین یا 6 دفعه را باید جوش بدیم. چطوری سفیر را باید کمان تبدیل کنیم. ببینیم سیار ساده و آسان است. این تمام نشپیزه را به می ترتیب شق دیم و ایره بازم قسمت هایی که 4 شق زده میره بازم دوباره کتنوک کارت جدا میکنیم و ایره در بین آب سرد میمونیم که خدا باز کنه. خب فکر میکنم که خلال نارنج جوش خورده. خوب خب یک بار آب زیر صاف میکنم.
میده بار دوم میمانم که دوباره خوب جوش بخوره تا که امی تلخی که پوست نارنج داره مکمل است بین بره. و بعد این پشتر رو میداری کنم که بایدیره کم از کم 5 یا 6 باری بایدیره جوش بتیم. خب اینجا چندان زرده کسی ده پوست میکنم. زرده کم که پوست کردیم در بین آب سرد میمانیم. خب چون روزایی دست همطور مثل که همیشه براتون گفتیم که در قسمت پوشیدن لباس خود ما شما بسیار توجه میکنیم که باید لباس های به مود روز بپوشیم. باید در قسمت همی غذا و سلات رام که درست میکنیم کوشش کنیم که به مود برابر باشه. بازت نهشه که بسیار لباس های ما شیک باشه و غذای را کاموده میکنیم دیگه کم تسونه دسترخان سایی کنیم دسترخان جگرخون شده بیچاره. کوشش کنیم که مطور همه چیز منظم به مود روز برابر آماده بسازیم. خب ایرام در بینه میمونیم. خب یک بار دیگه بازم جوش خورد چی میکنیم که اینا آبش خالی میکنیم. یه بار دیگه بازم جوش میدیم. خب دوستای عزیز یا برای که مندازیم جوش است به خاطر از اینکه وقت برنامه کم است باید زود جوش بخوره. خب ما ایره تقریبا 3 بار جوش میتم و شما کوشش کنین که چون وقت برنامه کم است نمیتونم که 5-6 بار ما بر شما ایره جوش بتم. شما کوشش کنین که میره کم از کم 5 بار یا 6 بار جوش بتین تا می تلخیزی مکمل از بین بره. این زرده که امروی نوشپیاز را در بین نو ماندیم که کنه خب باز کنه فکر میکنم دوباره باز بار سیوم به حساب خلال نارنج جوش خورده آب زیر بازم صاف میکنیم. این بار که آبادش انداختم امروش بوره و رنگ زرد هم اضافه میکنم که چند دقیقه جوش بخوره و امی شیرینی بوره را مکملی خلال نارنج بخواد بگیره. یک قاشق رنگ زردش اضافه میکنیم. و تقریبا یک گلاس بوره. خب باز بچشین اگر بازم ضرورت داشت بر بوره میتونی یک کم دیگه هم بوره داشت اضافه کنی. وقتی بوره اضافه میکنی یک چند دقیقه بونین که خوب جوش بخوره و امی خود خلال نارن شیرینی بوره رو به خود جذب کنه. خب این برنج قبلا جوش دادیم یک دیگه میگیریم و دوباره داشت برنج مندازیم. بعض دوستا شکایت دارن که میگه برنجا که جوش میتیم برنجا با هم دیگه میچسبه. خب کوشش کنید که وقتی که برنجا جوش میتیم اگر برنج به حساب با هم دیگه میچسبه یک قاشق سرکه و یا یک دانه آب لیمو را داش اضافه کنید ان شاء الله از این پرابلم مکمل خلاص میشین. خب دوستا دیدین که ما برنج قبلا هم ایره که جوش داده بودیم اینه که دیگه نچسبیده. خب این آبی که به حساب امرای بوره و رنگ زرد مخلوط کرده بودیم جوش خورده. حالا چی میکنیم که منقل خاموش میکنیم و آب زیر بالای برنج اضافه میکنیم. این ترتیب می آبی که به حساب از بوره و حساب جوش خورده بود چون برنج شیرین است
همش بالای زی اضافه میکنیم. خب بعض دوستا خوش دارن که شیرنی زیاد باشه و بعضی کم. هر کس به ذوق خود میتونه آماده کنه. ما خودم شخصا بسیار خوش دارم که زیاد شیرین باشه. خب چی میکنیم؟ خلال نارنج جاله و بغل دیمی قسمت که از برنج ایره اضافه میکنیم. حرارت منطقه روشن میکنیم. خب اینجا یک مقدار پسته و بادام است که قبلا پوست کردیم، ایران بالای زمین اضافه میکنیم. خب چی میکنیم که روغنه بالای منطقه رو نذاریم که روغن سرخ شود، روغن هم بالایش اضافه میکنیم. خب تا روغن سرخ میشه سر دیگه بسته میکنیم. خب تقریبا 125 میلی لیتر روغن دیش اضافه میکنیم. خب به خاطر از اینکه همیشه پلاو یا چلاو پخته میکنید دوست عزیز، خب میخواین کمات دانایش خوب درست درست بیایه و همطور صفا صفا کوشش کنید که روغن خوب سرخ کنید. وقتی که روغن بالای برنج به حساب اندازین، خب یک گامی صدای برنج برای ترقص کنه، اونو میفهمین که برنج بسیار خوبش میشه. روغن سرخ شده منقلا خاموش میکنیم و روغن بالای برنج اضافه میکنیم. میکنیم دوست عزیز دم دیگه میمونیم و دیگه دم میدیم. خب برنج بعدم موندیم چند دقیقه دیگه وقت کار داره که برنج خوب دم بخوره. ما بر شما یک سالاد آماده میکنم که مواد لازمی از او است. نوش پیاز که قبلا میره بر شما نشان دادم که شخ شخ کردیم دوی نمونیم که خوده باز کنم. کرم، زردک، لیمو و همی چوبک های خلال دندان. اول در ابتدا چی میکنیم که همی کرمه از بین نصف میکنیم. ظرف دیگه رو میگیریم، همی کرم را کتو تا کردیم در بین زی میمانیم. خب اینجا یک دانه لیموست که لیمو رو تو تا میکنیم، ایرم از قسمت وسط نصف میکنیم. میکنیم چی میکنیم که حاله این زردک را به شکل گل درست میکنیم. خب به خاطر اینکه اگر ایرم اول ورق ورق کنیم من قسمت زیر جدا کنیم بسیار وقت در بر میگیره، اول کوشش میکنیم که به مثال باریکی ایره امروی نوک کارت امیره کمک جدا کنیم. خب دیدیم که این چهار طرف این زردک بسیار بسیار کم کن امروی نوک کارت جدا کردیم. حالا چی میکنیم؟ میره خرد خرد ریزه میکنیم. خب دیگه شد هم تا جدا میکنیم. خب فکر میکنم که دیگ دم خورده، منقل خاموش میکنیم و این زردک رو منقل قد جدا میکنیم. خب فکر میکنم همه قدر کفایت میکنه.
چوبک دیگر میکنیم و یک دونه از زردکو رو بینش. قسمت سرزی فقط یک دانه زمی زردکایی را درست کردیم، نصب میکنم. خب ای بود سالاد که آماده و تیار شد دیگه، تقریبا به شکل گل نرگس. خدا کند که خوش شما هم بیاید و شما هم بتونین در خانهایتان آماده کنین و از این سالاد عزت میمونهایتان کنین. خب الان یک ظرف میگیریم، چی میکنیم که نارنج پلاو میکشیم و یک ظرف دیگر رو میگیریم که اول باید همین پسته و بادام و خلال نارنج را جدا کنیم، باز بعد اون رو دروش اضافه کنیم. بسم الله نام خدا. بسم الله گفته ایره شور میکنیم. بسم الله نام خدا. ظرف میگیریم و میکشیم. ببینیم که دو رنگ مختلف بسیار زیادی مقبول معلوم میشه. خامی اندازه فکر میکنم کفایت میکنه. آلچی میکنیم که امرای دست همین خلال نارنج اول اضافه میکنیم برای برنج. خب با میاندازه کفایت میکنه. آلچی میکنیم که پسته و بادام بروش اضافه میکنیم. دوستای عزیزمی که میگن آب از روی کاسه خورده میشه، این دفعه بسیار واقع داره. یعنی ببینین که در هر چیزی که شما از سلیقه کار بگیرین، با انشاءالله خانمای خانه بسیار خانمای با سلیقه هستین میفهمم، اما بعضی تازه جوانایی که نواش پذیر شروع کردن، کوشش کنین که از بعض برنامه ها دیدن کنین و یکان چیزهای بسیار خوبه بیاموزین. دوستای عزیز ای بود نارنج پلاو و یام سالاتی که بر شما آماده کردیم. خدا کنه که خوشتان آمده باشه و شما هم بتانین در خانه هایتان آماده کنین و نوش جان کنین.